سرد و ثمر بخش جناب آقای دکتر شهرام علمداری و همه همکاران تیم پزشکی و پزشکی بیمارستان شهدای تجریش که از ساعت اولیه این حادثه همه تلاش خودشون رو برای نجات دو تن از کارکنان سفارت کشور دوست و برادر جمهوری آذربایجان به عمل آوردن. از ابتدای این حادثه و اطلاع از وضعیت جناب آقای دکتر رئیسی دستورات عجیبی رو صادر کردن برای رسیدگی به وضعیت، برای پیگیری قضایی و حقوقی و برای برخورد جدی با یکایک افرادی که احیانا در این مسیر یا قصوری داشتند و یا نیازمند این هست که پیگیری‌های امنیتی، قضایی، انتظامی برای برخورد با مهاجم انجام بشود. خوشبختانه مهاجم در همون دقایق اولیه توسط عوامل نیروی انتظامی فراجا دستگیر شده و از ظهر امروز بازجویی‌ها از اون ادامه پیدا کرده. بر اساس گزارشاتی که من از وزیر محترم کشور، وزیر محترم اطلاعات، سازمان اطلاعات خارجی وزارت، دوستانمون در اطلاعات سپاه و همچنین فرماندهی کل فراجا دریافت کردم، امروز من با همکارم جناب آقای جیهون بایراموف وزیر محترم امور خارجه جمهوری آذربایجان گفتگوی مفصلی رو به صورت تلفنی داشتم. در این گفتگوی تلفنی توافق ما بر این شد که جناب آقای سفیر امشب به تهران برگردن و از نزدیک تیم همکاران من در وزارت امور خارجه، مدیر کل محترم اوراسیا، مدیر کل محترم تشریفات و همه همکارانم کمک و تلاش بکنن که از این مرحله دو طرف بتوانیم به خوبی عبور بکنیم بدون اینکه بهانه‌ای به دست دشمنان مناسبات خوب دو کشور داده بشه. همچنین سرویس‌های امنیتی ما امروز عصر با هم گفتگو داشتن، آخرین وضعیت و یافته‌ها از فرد مهاجم و انگیزه وی رو منعکس کردن به مقامات باکو. آنچه که یافته های ما نشون میده، یافته های همکاران ما در بخش امنیتی و قضایی تا این لحظه نشون میده، زارب صرفا انگیزه شخصی داشته. انگیزه شخصی او برمیگرده به وضعیتی که برای همسرش پیش آمده، راجع به این که آیا همسرش در آذربایجان به سر میبره و ماهاست این فرد نتونسته با همسرش تماس بگیره یا وضعیت دیگه ای داره. بخش های زیرفت ما در حال پیگیری موضوع هستن، اما نحوه عملیات از نظر دسته های امنیتی و انتظامی ما تایید کننده این هست که این یک عملیات سازماندهی شده و تروریستی نبوده، یک اقدام در واقع با انگیزه شخصی بوده که صورت گرفته. اون چه مهم هست این که مشابه این وضعیت تا کنون در سالهای گذشته برای دیپلمات‌های ما در لندن، در عراق و در پکن پیش آمده. هنوز خیلی دور نیست وضعیت مشابهی که برای دیپلماتی عالی رتبه روسی در یک کشور همسایه ما رخ داد. ما ضمن این که از طریق دستگاه‌های زیرفت امنیتی و دستگاه قضایی بر اساس دستور رئیس جمهور محترم و بر اساس مسئولیتی که جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین امنیت اشخاص و اماکن دیپلماتیک در کشور داره، اقدامات لازم و تدابیر مقتضی اندیشیده شده. به برادرم آقای جیهون بایراموف تأکید کردم که باید در تماس با یکدیگر و مشورت‌هایی که داریم مانع از این بشویم که این اقدام تلخ و این اقدام شوک‌آور که برای
هم دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان و کارکنان سفارتشون در تهران و هم خانواده‌های اونها شرایط روحی سختی رو ایجاد کرده. بر وضعیت دیپلمات‌های جمهوری آذربایجان در تهران و بر وضعیت مناسبات تأثیر سویی رو بر جای نگذاره. علاوه بر سطوح سیاسی، دیپلماتیک و همچنین امنیتی، در حوزه دیپلماسی پارلمانی نیز جناب آقای دکتر نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی که ریاست گروه دوستی پارلمانی دو کشور رو بر عهده دارن و همچنین جناب آقای دکتر جلال‌زاده رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم از طریق تماس با مقامات زیربط پارلمانی و دیپلماتیک سفارت در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و هم از طریق تماس‌های تلفنی که برقرار کردن تلاش کردن مراتب تسلیت جمهوری اسلامی ایران رو به نحو مقتضی منعکس بکنن. ما از این مکان، از بیمارستان شهدای تجریش و در شرایطی که امروز جناب آقای سفیر محترم جمهوری آذربایجان هم همانند دولت و ملت عزیز جمهوری آذربایجان ساعات سخت و ساعات دردآوری رو پشت سر گذاشتن، مراتب تسلیت عمیق خودمون رو به مقامات عالی جمهوری آذربایجان، به ملت عزیز آذربایجان و به ویژه به خانواده محترم این دیپلمات عزیزی که توسط زارب مورد حمله قرار گرفت اعلام میکنیم و از خدای متعال برای این دیپلمات مسلمان که در راستای توسعه مناسبات دو کشور تلاش میکرد در این اول سفارت جمهوری آذربایجان در تهران علو درجات رو میخواییم و امیدوار هستیم که خدای متعال بر قلب و روح و روان یکایک بازماندگان این دیپلمات عزیز آرامش رو حاکم بکنه. از حضور شما یک بار دیگه تشکر میکنم. امیدوار هستم که با تلاش ارزشمندی که تیم پزشکی حاضر و حرفه‌ای جراحی در ساعات گذشته انجام دادن و همچنان هم یکی از دیپلمات‌ها در اتاق عمل و تحت عمل جراحی هست، حال عمومیشون هم بر اساس اظهارات جناب آقای دکتر علمداری خوب هست، هر چه زودتر این مرحله رو پشت سر بگذارن. موفق باشید. سپاسگزارم.